سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز دست های خارجی در تحولات مثل در کار است این را عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری مهر بیان کرده است اشاره عراقچی به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلام گرای مصر توسط ارتش از این اقدام پس از چند روز تظاهرات صدها هزار نفر از مخالفان مرسی با خواست استعفای او صورت گرفته است به گفته آقای عراقچی قدرت و ثبات در مصر به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی مطلوب کشورهای غربی و اسرائیل نیست به همین علت دست داشتن آنها در مصر محتمل است آقای عراقچی زاویه دید ایران را صلاح و سعادت مردم مصر معرفی کرده و تاکید کرد علی رغم فضای قبارالود کنونی سقوط محمد مرسی ضربه‌ای به بیداری اسلامی در منطقه نخواهد زد پیش از این نیز آقای عراقچی در گفتگوی روز گذشته خود با خبرگزاری ایرنا اظهار امیدواری کرده بود تحولات مصر تاثیر مثبتی بر بیداری اسلامی داشته باشد و خواست اصلی مردم مصر را گرایش به اسلام و مخالفت با دخالت خارجی و دخالت اسرائیل دانسته بود محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران طی نامه‌ای به جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور بازگشایی خانه سینما را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمدی نژاد تاکید کرده که وجود یک نهاد سنفی مانند خانه سینما برای هم توان سینمای ایران و رسیدگی به مشکلات ضروری است. بنابر نامه احمدی نژاد، این نهاد باید غیر دولتی باشد و بماند و مراقبت شود به هر دلیل این نهاد این نهاد با اهمیت تعطیل نشده و جامعه هنری از مزایای وجود آن بی بهره نشوند این دستور در حاشیه نامه مسعود جعفری جوزانی به رئیس دولت درباره ارائه گزارش بازگشایی خانه سینما نگاشته شده است محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 14 دی ماه سال 1390 دستور انحلال این تشکل سنفی را صادر کرده بود او دلیل این کار را تخلفاتی اعلام کرد که در خانه سینما انجام شده بود آنتونیو پاتریوتا وزیر امور خارجه برزیل از شنود تماس های تلفنی و ایمیل های کشورش توسط آمریکا ابراز نگرانی کردیم واکنش پس از انتشار اطلاعاتی محرمانه توسط ادوارد اسنودن افشاگر شنود های اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته که از شنود بیش از دو بیلیون تماس تلفنی و الکترونیکی برزیل توسط آمریکا تنها در ماه ژانویه گذشته خبر میدهد به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر امور خارجه برزیل گفته است که کشورش از سفارتخانه آمریکا درباره این شنودها توضیح خواسته است او افزوده برزیل از سازمان ملل متحد خواهد خواست تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی کاربران اینترنت و تضمین امنیت الکترونیکی کشورها اتخاذ کند اسنودن ات تا کنون اطلاعاتی درباره شنودهای اطلاعاتی آمریکا در شماری از کشورهای اروپایی را هم منتشر کرده است تمام اعضای شورای رهبری حزب بعث حاکم در سوریه به جز اشار اسد دبیر کل این حزب تغییر کردند بنابر اعلام سایت حزب بحث سوریه حتی فاروق شر معاون رئیس جمهور سوریه که از چند دهه پیش در شورای رهبری این حزب بوده است نیز کنار گذاشته شده است نام های جدیدی به عنوان اعضای شورای رهبری این حزب حاکم در سوریه منتشر شده که وائل الحلقی نخست وزیر این کشور در میان آنها دیده می شود از سوی دیگر احمد الجربا رئیس جدید اطلاف اپوزیسیون سوریه گفته است تا زمانی که وضعیت مخالفان حکومت بشار اسد از لحاظ نظامی تقویت نشود اپوزیسیون در کنفرانس ژنو دو شرکت نخواهد کرد آمریکا و روسیه بر سر برگزاری کنفرانس بین المللی صلح برای سوریه در ژنو به توافق رسیدن اما هنوز زمان برگزاری این کنفرانس تعیین نشده است احمد الجربا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تصریح کرده است جنگ ای که عربستان سعودی فراهم کرده در روزهای آینده به دست مخالفان حکومت اسد خواهد رسید. اجرای مصوبه دولت که در آن بانک مرکزی 74 میلیارد تومان به دولت بدهکار شناخته شده با حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد این اقدام در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به گزارش خبرگزاری مهر ماه گذشته آقای توکلی با شکایت از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن را محمود احمدی نژاد رئیس دولت بر عهده دارد خواست خواستار ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت شده بود احمد توکلی در شکایت خود تاکید کرده است که تعیین نرخ خرید و فروش از اختیارات وظایف بانک مرکزی است و مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه ما به تفاوت را ندارد در نهایت در کنار این شکایت سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش جداگانه ای را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد که این دیوان پس از بررسی این موارد دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرده و مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی که در زندان اوین به سر می برد به صورت اورژانسی به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد به گزارش وبسایت مجذوبان نور آقای دانشجو از بیماری تنفسی و آریتمی قلبی رنج می برد و علت انتقال او به بیمارستان حمله تنفسی گزارش شده است بنابر این گزارش مصطفی دانشجو طی هفته های گذشته نیز چندین بار در پی تشدید بیماری تنفسی و حمله آسم به بهداری زندان اوین منتقل شده بود علی رغم تاکید پزشکان زندان مبنی بر انتقال هر چه سریعتر این زندانی به مراکز درمانی مجهز خارج از زندان به گفته ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اعزام دراویش زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان بایستی با تایید وزارت اطلاعات صورت گیرد مصطفی دانشجو به همراه همین رضا مرادی امیر اسلامی رضا انتصاری افشین کرمپور فرشید یداللهی و امید بهروزی از وکل لای دراویش گنابادی هستند که شهریور ماه 1390 دستگیر شدند. آنها با اتهامات نشر اکاذیب، تشویش از عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. مشروع اخبار در ساعت 21 به وقت تهران.